سلام، خوش اومدید به قسمت 11 متاکرفت از چنل من. تو این قسمت برنامه زیاد داریم، شرارت‌های ریز، پروژه‌های ریز، پروژه‌های بزرگ، کارهای کوچک و بزرگ و بس دیگه، بقیه‌اش رو لو نمیدم. همراه باشید، الان یک سری کار بکنیم، بعدش میریم سراغ شرارت ریز. یک سری کار الانمون چیه؟ اینه که من یک سری اینچنت تهیه کردم. اجازه بده من یک سری اینچنت تهیه کردم، اینچنت‌های مندینگ که میخوام روی آرمور خود اینها رو نصب بنمایم. پس یه مندینگ رو این، یه مندینگ رو این، یه مندینگ رو این، یه مندینگ رو این. دیگه چی مندینگ نداره غیر این چهار مورد؟ شمشیر داره، تبر داره، عکس داره، شاول داره، هو هم داره. آو، بقیه همه مندینگ دارن. خیلی خب، این سه تا میمونه برای آیندگان. بعد اینا رو تنمون میکنیم، پا میشیم یه سر میریم XP فارم که یه هیلی بزنیم با آیتما، بعد بریم سراغ پروژه بعدیمون که بهتون میگم چیه. بریم XP فارم. آخ، وقتش لذت دنیا رو ببرم، وقتش لذت دنیا رو ببرم. همش هیل شد که الایترا رو هم هیل کنیم. الایترا هم هیل شد. حالا برگردیم، این همه راه اومدیم برای همین. بشینید تا براتون توضیح بدم. امروز سرمستر ناروتو به بهونه اینکه برای من یه پروژه‌ای داره که تو بیسش انجام بدم، منو کشوند بیسش و متاسفانه کاری که کرد با چیزی که قولش داده بود یه مقدار متفاوت بود. حالا احتمالاً تو ویدئوی خودش می‌بینید. من در جواب این کار زشتش می‌خوام یه خورده سر به سرش بذارم. یکی هم ویدر زدیم وسط، یه خورده میخوام سر به سرش بذارم، یه کوچولو. برای این یه مقدار دایموند نیاز داریم، یه مقدار پشم نیاز داریم و یک مقدار حوصله و سریقه. پشم میخوایم، پشم زرد، پشم قهوه‌ای، بقیه رنگا رو نیاز نداریم. پاشیم بریم اسپان از خود شاپ، خودش شاپ پشم خودش خرید کنیم، سر خودش بلا بیاریم. شالکه رو بکوب زمین، این پشما رو بذار توش. دیگه چی میخوایم؟ برای اون طرحی که من مد نظر دارم یه دونه سبز میخوایم، یه دونه سبز روشن میخوایم که ماشاءالله اینا رو همه رو استکی یه دایموند داره میده ها، کلاهبردار گرون فروش. یه زرد دیگه میخوایم برای اطمینان. یه قهوه‌ای می‌خوایم، قهوه‌ایمون کمه. نارنجی هم یه دونه می‌خوایم. کلاً 5 تا دایموند مصرف کردیم. چیزی نیست که 5 تا دایموند مصرف می‌کنیم عوضش یک عالمه آدمو دلشونو شاد می‌کنیم. به نظر من ترید واقعاً منصفانه ایه. اینا رو هم برگردیم سر جاش، اینا هم بذاریم و برداریم و بریم و اسکفارم کوبیدم توشو. حل چشاته. این ترول فیس تو بیس ناروتو رو می‌بینید؟ ناروتو همه رو ترول میکنه، منم ترول کرد. وقتش یه خورده ترول و ترولش کنیم. یه چیزی کم داره، دوست دارم یه حرکتی روش بزنم تکمیل شم. آخش، حالا بهتر شد. نه گل رویده به جای توهین و بی‌تربیتی. واقعا از نتیجه کار راضیم. ناروتو منو ترول کرد، منم بهش گل تقدیم کردم. بریم آقا، بریم به باقی کارهای امروزمون برسیم که کار زیاده. بریم خونه. از اونجایی که من خیلی آدم بیزی و بیزنسمن و پول دوست و متعهد و کاریم، اومدم کلی سنگ جمع کردم، استون و کابلستون. برای چی؟ برای اینکه پروژه اسپانو استارت بزنم. همین جوریش دارن غور میزنن، دو سه روزه نیومدم تو سرور، دارن غور میزنن که ما به این پول دادیم، این پول ما رو خورده، نیومده راه سازی کنه برامون و نور پردازی. وسایلش جمع کردم، قراره بریم اسپان استارت پروژه رو بزنیم، قراره یه چیزی بسازم. حسن عشق کنید، بزن بریم نشونتون بدم. خب این جایی که میبینید، این جایی که میبینید، اجازه بده اصلا با این لباس که نمیشه کار کرد، بذار لباسم عوض کنم. آها، حالا شد. با لباس کار باید کار کرد. پلن چیه؟ پلن اینه که قراره یه همچین عرض پنجتایی رو پر کنیم، تبدیل به جاده کنیم. چجوری؟ اینجوری. قراره یه همچین حالتی بشه که یک مسیر راه رفتنی باشه، کنارش جوب داشته باشه و جوبها هم قرار نیست این شکلی باشه، بلکه قراره جوبا پر آب بشه و در کنار این آبهایی که تو جوب هست قراره نور و عوامل طبیعی و المانهای زیبایی چیده بشه که اونا رو باید میرزا تارزان خان کمکم کنه بسازم. این پلنیه که من برای راه اینجا دارم. راه چوبی میشد ساخت، با متریال دیگه میشد ساخت، ولی به نظرم راه با سنگ هم ارزونه، هم شیکه، هم فارم کردنش پدر آدم ها در نمیاره، هم خوشگلتر از همشون در میاد برای یک جزیره که از درت و سنگ ساخته شده. خلاصه پلن اینه، این قسمت کوچیکشه.
فردا صبح. خدافظ. آخیش، خوابیدم، پاشدم، صبحونه رو زدم، پر انرژی و سرحال شدم. وقتش پاشیم به ادامه پروژه برسیم. چند تا شاپ بونده، هنوز مسیر نکشیدیم، دکور نزدیم، کار زیاده، کار زیاده. بریم سر کار، همراه من باشید تا این شاهکار اسپانو تمومش کنم. سلام آقا سینا. سلام. چطوری؟ چی صدا آب یه حوشینا با تو شدم خونم و صدا آب چه خوشگل شده. خواهش میکنم، شما که چیزی غیر زیر ما کشیدن بلد نیستی. چرا زیرت بکشم آقا سینا؟ هر جا میری میگی این کار نکرده، این فلان نکرده. خب آقا سینا دورت بگردم، تا دیروز اینجا زیر ما نکش، نمیخواد دورمون بگردی. آه، پس از تلاش‌های فراوان مسیر کشی بالاخره تموم شد. نگاه کنید، اینجا هست، میره این شاپ، اون مغازه خودم، بانک، به علاوه شاپ این چند، شاپ توتم، اینجا رو که خودش وصل کرده به مغازش، شاپ پشمو نکشیدیم چون صاحبش نیومده پول بده، مغازه فرناز، پاندا فروشی، کازینو، در جلو در عقب، فقط من وصل نکردم که خودش ای کاری میخواد بکنه. پوشن، حتی پوشن به شاپ‌های بسیار دوردست مثل شاپ اوشن هم توجه کردیم و شاپ توتم. برای همه اینا کشیدم و قاچ خوردم. مرحله بعدی در این پروژه عظیم نورپردازیه. من یه سری چراغ برای جاده باید بذارم و یک سری فضای طبیعی که اونو سعی کردیم بسپریم به میرزا تارزان خان، پیداش کنم بیارم بشونمش سر کار. ولی چراغ گذاری الان انجام میدم دیگه، براتون تایم لپس نمیگیرم دیگه، نتیجهشو نشونتون میدم، عشق کنید. ولی چیز باحالی قراره بشه، من برم کاراشو بکنم نشونتون میدم به زودی. بالاخره شروع کردید بعد از سه روز. نمیدونم چرا علی حس میکنم این مقدار طلبکاری توی لحنت هست آقا عارف. بله، یه سری خبرایی به من رسیده. چند روز پیش من یه ویچ فارمی دارم، بعد چند روز پیش رفتم داخلش، اومدم ازش چند تا آیتم بردارم و ردستون بردارم ازش. بعد من شروع کردم چک کردن چستام. خب چک کردم، رسیدم به اون چستی که مثلا گان پاودر و گلوستون توش بود، و چیزی که تو اونجا بود این بود که کلن خالی بود. چست گامپادر و گلوستونت خالیه؟ گلوستون من خالی بود کامل، جارو زده بودم. خب بعدش یه چند وقتی گذشت و اینا، یه پیامی برای من اومد که گفتن من میدونم کی ازت دزدی کرده. هلو. سلام، خوبی؟ چطوری؟ خوبی؟ سلام. اگه صحبت خصوصی میزنی من برم. ببخشید. و اسمی که اونجا میدرخشید اسم شما بود. میدرخشید یعنی چی؟ یعنی با گلوستون اسم من نوشته بودن منم. گفته بودن یه اسم برای من اونجا منشن شده بود که اسم شما بود، گفته بود سینا کرش آیتمای تو رو دزدیده. نوشته بود سینا کرش آیتمای تو رو دزدیده؟ آره. یعنی حتی کسی که نوشته بود من نبودم؟ What؟ عارف چرا انقدر ساده ای آخه؟ یکی دیگه اومده پیغام گذاشتی که من دزدیدم؟ یه نفر به من چرا باید اسم شما بیاد؟ به هر حال دیگه دشمن زیاد داریم اینجا دیگه، به چپ یه دشمن داریم، به راست یه دشمن داریم، چش ندارن ببینن که من از راه صالح و اصلح با زحمت زیاد میدونم من چرا وقت گذاشتم پای این چیز. الان خب یه سوال ازت میپرسم. بله. بیا بالا یه نگاه بنداز از این بالا به این جزیره. بله. آیا زیبایی نمیبینی؟ چرا؟ آیا تمیزکاری نمیبینی؟ آیا نور نمیبینی؟ آیا آبادانی نمیبینی؟ دقیقا همین مشکلی بود که من شک کردم. اما باک. یه چیزی بود. چی؟ به من یه سرنخ داده بودن. چه سرنخی؟ من جایی که قایم کردی آیتما رو میدونم. به منم نشون بده منم بدونم کجا قایم کردم آیتما رو. آره منم دوست دارم بدونم کجا قایم میکنم. الان هم قصد کشتن منو داشتی؟ آره من حولت دادم پایین، اصلا خودت نبودی. من کاملا جدی هم، آیتما منو دزدیدن. چی ازت دزدیدن؟ گانپادر گلوستون؟ بحث گانپادر گلوستون نیست، بحث اعتماده از بین رفته. من دیگه به کسی نمیتونم اعتماد کنم. ببخشید من... البته به شما هرگز. من الان خیلی جدی هم، فکر نکنی الان شما. ببین عارف، تو کل زندگی منو ببین، چند تا نکته هست. تو کل زندگی منو بگردی گلوستون پیدا نمی‌کنی. حتی توی مساله اینجا من گلوستون استفاده نکردم، با لنترن دارم کارو پیش میبرم. خب بله، این یکی. دوم این که من امروز فایر ورک از چیز گرفتم، از استاد فازی فایر ورک قرض کردم. خب
سوم اینکه من دشمن زیاد دارم اینجا، نمیدونم چرا همه دوست دارن. حالا شاید یه شوخیایی چون با بچه ها کرده بودیم یه خورده به دل گرفتم. دشمن زیاد دارم. به این فکر کردی که شاید کار یکی بوده که خواسته منو بندازه وسط؟ حالا کجا قایم کرده واقعا اینا رو که میگه من دزدیدم؟ دقیقاً جلوی خونته. دقیقاً جلوی خونم؟ جلوی خونت زیر زمین. دقیق که آره خوردم وطن. عجب. بعد جالبی چیزی... اینه که دقیقاً آیتمای ویچ فارم توشه. بعد چیزی غیر آیتمای ویچ فارم توش نبود؟ فقط چند تا دائمه؟ من یه سوال دیگه ازت میپرسم عارف، بین خودم و خودت، اگر من دستم کج بود فقط چیزایی که از تو دزدیده شده بود اونجا پیدا میشد؟ شاید شروعی بر یک پروسه بزرگه و شاید جای دیگه پایم کردیش. یه سوال چند تا دایمند؟ چون یه 60 دایمند من یادم سرقت شده بود از آرمان انزو. قطعا تعداد دایمنداش یادم نیست. ای بابا زیاد نبود، اگه زیاد بود یادت بود نه؟ احتمالا. ببین تا حالا رو راست جوابتو ندادم، کار من نبوده. آره من آدم دستکجی نیستم. تا حالا من یه واسه ببینم کجاست فارمت اصلا میشه بدونم که دفعه بعدی برم ازش. من اصلا نمیدونم فارمت کجاست. من یه دونه فارم ماب بلدم اون سمتی که یه زمانی که خیلی نیاز داشتم رفتم دو تا استک گامپادر ازش برداشتم به وعده این که بعدم برگردونم. این کل چیزیه که من کش رفت. من نکرم. آره من همش مشغوله دیزاین اینجا بودم به علاوه پیاده سازیش. تو اینو ببین، اسکیل کار رو ببین، میبینی چقدر از من وقت برده؟ فکر می‌کنی این وسط من تایم دارم برم چیز کنم، برم وسایل ملت رو بدزدم ببرم قایم کنم، بعد گامپادر میخوام چیکار کنم؟ میخوام دهه فجر را بندازم گامپادر ازت بدزدم؟ با کسی مشکلی داشتی قبل از این داستانا؟ با کسی؟ نه، غیر از یه باری که کل بیسم پرمخ شده بود و نمیدونم کار کی بود اونم. کل بیست پرمرغ شده بود؟ آره. آخه اینا شبیه کارهایی که من میکنم. من ولی بیست فرناز پرمرغ کرده بود. پیدوانه خودت تو الان چیز کردی؟ تو الان به خودت زدی با؟ ببین من به یک نفر یاد دادم، اونم فرناز بوده. بهش یاد دادم که میتونی دیسپنسر بذاری با یه کلاک ردستونی در کسری از ثانیه بفرستی هوا بیسه یکی. ولی من فقط سر فرناز اینو آوردم. اونم سر چی بود؟ سر فرم لاک پشتم بود که زده بودن ترکونده بودنش. اصلا چقدر میشه خسارتت؟ بذار ببینیم اگه دادنیه من بدم بره اصلا دغدغه تل چه دیگه. اصلا بحث خسارت من نیست. من اون آیتما رو اصلا نیاز نداشتم اون تایم. ولی اینکه ازم دزدی شده یعنی ناامنی و فقط این شامل من نمیشه. راست میگی، خیلی دزدی زیاد شده. از آرمان 60 دیگه چی دزدی کردن؟ نمیدونم. هنوز چیز جدیدی کشف نکردم. بریم دم دفتر. بریم بشین تو جوب. نه بابا آبش تمیزه، تازه تأسیسه. میگم اگر انقدر دزدی زیاد شده منم برم یه چیزی بدزدم تا تنور داغه. من خدایی من چیزی از کسی ندزدم، صادقانه بهت میگم. باش میبینی دیگه، من اگه میخواستم بدزدم مرد حسابی پول شما رو میخوردم. تو دادی اصلا 6 تا دایمندتو یا نه؟ آره. کدوم بود شاپت؟ اون دوتا. کدوم دوتا؟ یکیش هنو کامل نشد، یکم توتمه. توتمتو کشیدم، فقط جاده رو تا نزدیک درت کشیدم دیگه. نزدیکش رو دیگه هر جور خودت خواستی دیزاینش کن. آره بهتر همونجور تا دم درت نمیکشم. ببین همین جاده تو میدونی چقدر متریال برده مهد حسابی؟ من اگر میخواستم دزدی کنم فهم کنی میشستم از این راه پول انقدر جون میکندم، سنگ و کوفت و زهرمار میکندم و میکاشتم اینجا. خیلی داری متقاعد کننده حرف میزنی. به خاطر اینکه معلومه من دزد نیستم. بازی خوردی قربونت برم، بازی خوردی. کی میتونه باشه؟ ببین کسایی که دستشون کجه من میشناسم، یکی این فرناز و آرمانن که کلا با هم خیلی شیطونی میکنن. استاد فازی نه بنده خدا آدم صالحیه. این ناروتو خیلی دستکجه. حالا صد بروش نیار، ولی آینه یه خورده شیشه خورده داره. صادقانه بهت بگم من اذیت میکنم. من هیچ وقت دستم کج نبود. مال و منال دنیا برای من ارزش نداره. مهم کرک کف دست. دقیقا مهم دیدن رنج و عذاب تو چشم بقیه است، اونه که من لذت میده. چقدر حالا خسارتته؟ نمیدونم، خیلی بودش. چقدر چست بود مگه؟ یه دابل چست. چند تا اسلات داره یه دابل چست؟ دابل چست خیلی، 54 تا. 54 تا دایمت اولاق آورده بار زده برده هر کی دزدیده تکیه. من در حالا حلقه های رابطه‌ای که خودم اینجا دارم برات پرسجو میکنم. بعد اگه چیزی فهمیدم بهت میگم. ولی راست و حسینی بهت میگم، اگه فکر میکنیم اگه رفتی دتجی گرفتی منم،
تا قرون آخر بگو خسارتش چقدر بهت میدم، هیچ حرفی ندارم. باش برو کارتون برسید دیگه. قربان شما. آخ وسط کار بودم، عارف اومد سراغم، مثل که یکی یه آتیشی سوزونده یه جا اومده بندازه گردن من. ولی من با سیاست تر از این صحبتام که گردن بگیرم به این راحتی. هیچ کی نفهمه. حالا شما هم نمیدونید کار من بوده یا نبوده، عارف هم نمیدونه کار من بوده یا نبوده، ولی چیزی که مهمه اینه که من هرگز گردن نمیگیرم کاری که کردم یا نکردم. کسی چی میدونه؟ شاید کار من بوده، شاید هم کار من نبوده، ولی به هر حال کار نورپردازی مهم اینه که تموم شد. نگاه کنید مسیرا رو نگاه کنید، دورشون قشنگ فنس گذاشتیم، رو فنسا لانترن با فاصله های نزدیک و خوشگل و ترتمیز. اینجا شبا خیلی بسیار زیبا و دلپذیر میشه، برای همه هم کشیدیم. و پلن بعدی اینه که قراره میرزا تارزان خان بیاد یه فضای سبزی هم دور این جاده ها بپا کنه که قیافشون از سادگی در بیاد، خوشگل تر بشه. و یه سری تیر چراغ برق هم احتمالا من آماده کنم نزدیک جاده ها تو مسیر بزنم که نورپردازی دور شاپا قوی تر بشه و کریپر نیاد بهتر کندشون. بعد برنامه اینه که به میتینگ هفتگی که رسیدیم وقتش بود اجاره بدن، اون موقع ازشون دوبله میگیرم چون پاره شدم برای این پروژه، پدرم در اومد. ولی خب از نتیجه راضیم، مهم اینه. مگه نه مهم اینه. سلام. یه شوخی کوچولو بود. خوبی؟ همیشه من آخر یکی اعضای بدنم از دست میدم سر شوخی های کوچیک شما. خسته نباشی. بیا. رفتم از دیوار مهربانی سیب طلایی برداشتم. کجاست این دیوار مهربانی؟ پاشو بیا. همین الان اونجا بودم. بیا ببین چه جایی. رفته بودی خالیش کنی؟ آه چقدر چیز میز گذاشته اینجا. خیلی چیزای باحالی داره ها. سلام، خوش اومدی به دیوار مهربانی. اگه نیاز داشتی بردار، اگه زیاد برداری میام بالا سرت. مرسی که اومدی، بای بای. من یه توتم بر میدارم از دیوار مهربانی، ولی به جاش گلدن اپل میذارم که مهربانی به بقیه. اونجا تستی هم داریم، خواستیم دیری بردید مهربانی به بقیه منتقل شه. اگه فرناز بذاره 5 تا حلزون. سینا تو حلزون نداری؟ من اگه حلزون داشتم احتمالا یکی میترکوندش. رسیشون شما مغازه داری رو جزیره؟ مغازه که اون واسه مهدی لنبا اون واردنه. خب. اینم شریکیه واسه من و فاضل و عرفان و اوکی. خود جزیره چی؟ نه پول میخوای بزنم براتون؟ یعنی تا اینجا؟ آره دیگه، یه پول از جزیره بزنم به این جزیره. اگه بزنی که عالی میشه. هزینش؟ چقدر بودجه داری؟ تو چقدر میخوای؟ ببین پول بذار یه نگاه به فاصله بندازیم. این فاصله رو برات با سنگ میتونم با 30-40 تا بزنم. اگه متریال گرونتر بخوای دیگه قیمت متریال میره روش دیگه. میگم برای اینکه تم اون پل اونجا چیز بشه هم استونی بزنی بهتره. یه پل سنگی از کجا دوست داری بزنم؟ بذار ببینم. من فقط پولو میدم، دخالت نمیکنم، هر جور راحتی. بریم پس یه قرارداد ببندیم ها. اوکی بریم. بیا مغازه. من یه قرارداد نوشتم. تأسیس پل سنگی برای رضا از جزیره اسپان به واردن شاپ. متریال سنگی تحویل 3 روزه به سلیقه پیمانکار. 40 دایمند 20 دایمند پیش پرداخت. 20 تا پیش پرداخت. مشکلی نداری؟ حل. بیا یه اسم تو زیرش بنویس، امضاش کن به اسم قرارداد رضا. قرارداد هر چی دوست داری. پایین امضا اسمو بنویسم. آره دیگه، یه امضام تو بزن. من اینو مهرمون کنم. بسیار عالی. این قرارداد پیش ما میمونه. من 3 روز دیگه پولو تحویلت میدم. نورپردازی شده و متریال سنگی ترتمیز خوشگل. از این ور به اون ور که یه مسیر زمینی هم باشه دیگه. بعدن حالا شاید یه آدم یک دو تا آدم آوردم، اگه خواستی پروژه بگیریم اون زیر جزیرتو یه روخی بدیم. قربون شما. دیوار مهربانیت هم بسیار زیبای، کار بسیار حسنی. من هم یه توتم برداشتم ازشون تا حالا نداشتم. هر چقدر میخوای برده. قربونت برم. قربون نمیشم. فعلا. صاحب خونه. آه اینجایی. سلام. خوبی؟ یه لحظه. سلام. من پیمانکار جزیره هستم. شما یک مغازه‌داری هستید که هزینه 6 دایمند هفتگی برای رسیدگی به امور جزیره رو پرداخت نکردی. لطفاً داخل این من وقت پیمانکار نخواستم برای چه هزینه؟ شما بیا کار انجام شده رو ببین عزیز من. 6 دایمند 60 دایمند میدی. شما تشریف بیاری جزیره میبینی. بحبه
خیلی هم زیبا. بله. خب یه چیزی بح. من 7 تا میدم اصلا ولشون، من 10 تا میدم. خب راه من از بقیه خوشگل‌تر باشه. چش مثلا دلغه که رقصان که نمیتونم بزنم تو راه که قربت برم. انتظار داری راه و چیکارش کنم؟ باش باش من یک مسیر با تم بله. آره متریال هم از متریال خودت استفاده آره کنم. آره آره بردار. باش من این یه تیکه رو که وارد مغازت میشه به تم مغازت پیش میبرم. خوبه؟ بسیار عالی. من اول فکر میکردم ایشون میخواد بدقلقی کنه، بعد دیدم که 100 برابر اخلاقش بهتر از بعضی مغازه داره همسایه است. نه من فقط دوستم رنگی منگی باشه دیگه، میدونی آخه. تو داری بدلک بنداز به منا. ناروتو اینجا بیا. میپسندی؟ به مولاکه. بای اکشلی مونکاس کرده تیش عشق تیشو سینا جان خیلی قشنگ شده دست مولد نکن. قربان شما، مبارکت باشه. عجب روز کاری شلوغی بود، عجب روز کاری شلوغی بود. بچه ها من کیبورد جدید خریدم و صداش الان فرق میکنه با کیبورد قبلی و ممکنه تو میکروفون خیلی 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 صدای دکمه های کیبوردی که الان میشنوید میزنم بلند بیاد. پیشا پیش عادت کنید بهش، چون همینه که هست. پلن چیدم، بذار بریم سر بریم سر داستانای خوب جای اینکه حرفای خوشونت آمیز بزنیم. ببینید پلن چیدم خب با استفاده از این فنس ها، این دیوارا، این بیریکا و این استون بیریکا و این لانترن ها، با استفاده از این موارد چراغ های نورانی در سطح جزیره برپا کنم. اما قبل از اینکه بخوام این کار رو بکنم باید یه ملاقات با میرزا تارزان خان داشته باشم که بهش بسپرم طبیعت اینجا رو قراره چی کار کنیم. میرزا تارزان خان با اون هماهنگ شه، اونم کارش انجام بده دیگه. اومد گفت من کاریم و من فلانم و من علم و من بلم و ما چیزی ازش ندیدیم. خورده سرش خور بزنیم ببینیم چی کار میکنه. بعدم بریم لامپا رو بزنیم و پروژه رو دیگه به اتمام برسونیم که اینا به خون من تشنن. اگه این کارو براشون انجام ندن منم متاکرف میندازن بیرون. بعد برم لب خیابون بخوابم. نگاش کن. داره از جاده میاد. باری کلا شعورتو دوست داشتم. قربون شما برم. حالتو خوبه قربان؟ خیلی خوبه. قربون شما خوبی؟ سلامت باشین. خیلی تشریف آوردین سر کار بالاخره. بله یه مقدار طول کشید. من خیلی خوابم میاد. فرار کرد. آره خب این سری پاندا فرار کرده بودن. نه بابا واکسناشون رو داشتم میزدم. آره آها واسه این بود پس پیدات نبودین دو سه روز. آره دقیقاً داشتم یه خورده به حیات وحش میرسیدم حقیقتاً، چون پارک رنجر اینجا منم. درست. قربون شما. که این بعد متوجه هستی چقدر از کار پیش رفته؟ شما تشریف نیوردین دیگه. واقعا خیلی مطمئنم 3-4 نفر کارگر داشتی مگر نه؟ اندازه 3-4 نفر کار کردم. خودت تنهایی آقای کرش؟ متاسفانه یک روز نصفیه فقط دارم پا میزنم. باید قدرتو بدونن واقعا تو این جزیره. به نظرت میدونن قدرتو؟ نه ولی مهم نیست، مهم اینه که اگر ما این پروژه رو خوب انجام بدیم یه اتفاقی میفته که بخوان نخوان قدرمو میفهمن. میدونی چی میگم؟ آدم باید با کارش حرف بزنه پسر، نه با حرفش. دقیقاً. پس بریم سر موضوعی که هست. ببین دوتا مورد اینجا الان نیست. بله ببین مسیر هست، جوی درسته. آب هست، نور هست. چه خوب جوی آب واقعا. بله فقط یه چیز نیست. ببین پشمات بریزه. بیا قبل از اینکه بگم چی نیست ببین چی هست. ببین جوی آب چه تمیز میریزه توی اون یکی جوی آب. واقعا زیباست. یعنی بار اولی که دیدم اینجوری بودم که آخ چقدر قشنگ میتونه باشه این واقعا. ببین ما دو مورد الان نیاز داریم اینجا. یک فضای سبز. اوه الان ما به طرح نوغامیزی که توی این 4 روز قطعا داشتی روش کار میکردی و الان فوق العاده کاملا تو ذهنت هست که قراره چی کار کنی این دور، وقتشه که برسیم و ببینیم چی کار داری میکنی. قطعا روش کار میکردم تو این 4 روز. عرضم حضورتون که اینجا آی کرد گوش میدی به من؟ آره. پرنده اومد. یه خرمایست دارم ببینم. آینه وزز. گوزید رفت. ببین میدونی میخوام چیکار کنی؟ تو طرحی که داری میزنی در نظر داشته باش از برگ استفاده کن و بامبو هم بلند نه، بامبو 4-5-6 تا ارتفاع تهش. اوه یعنی این بامبو رو که گفتی ته ذهنم اینجوری شد که این که کار خودته میرزا تارزان خان.
دقیقاً. بامبو اصلا کار خودته. دقیقاً دیگه، اصلا بامبو که راست کار خودته. بسیار خوب. پس من تا فردا نهایت فردا و نیم روز دیگه اینجا رو به شما تحویل میدم. آی آره دیگه، چون اگه تحویل ندی هم من اخراج میشم هم تو اخراج میشی، بعد اون موقع است که دیگه معلوم نمیشه بعدش دیگه چی میشه. اصلا دوست ندارم یه اتفاق بیفته که اخراج بشیم، نه من نه شما. جدی؟ من این کارو دوست دارم. اجازه است درختم بکارم هر از چنگای جایی که این کردم؟ آره درختم یه جایی بکارم، بعدن اگه زمین رو خواستیم بدیم به کسی از اون میکنیم دیگه. از اون گیاه خوش رنگی که بغل دستتون هست هم اجازه هست بکارم؟ ماس 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 بذار، ولی ماس. ولی منطقه رو ماس نکن تو رو خدا. نه 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 ماس میذارم چون که ماس ماس. دقیقاً بعد یه فکری هم باید به اینجا برای اینجاها بکنیم. آخیش این کارم تموم شد. نگاه کنید اینجاها چراغ زدم به صورت پراکنده، نور هست، ماب خیلی کمتر اسپان میشه الان، جاهای مختلفی جای تاریک همه رو زدم تقریبا. اینجاها رو نزدم چون خیلی استفاده نمیشه ازشون. یه ورم نزدم بچه‌ها، اونم این ور بود که خب چون هیچکی استفاده نمیکنه از اینجا، کسی پاشو نمیذاره اونجا دیگه، خیلی به نظر نمیاد دلیلی باشه که اونجا نور بزنیم الان، ولی خب روی هم رفته. من که راضیم، خیلی کار کردم روی این پروژه، امیدوارم که به هفته که برسه جلسه که گذاشتیم با کسبه یه حال اساسی بهم بدن. امیدوارم واقعا مزد این زحماتمو بهم بدن. اگه بخوان بامبول در بیارن عصبانی میشم، دوره برمیگردیم روی همون مود ناراحت و شروری که داشتیم. یه سورپرایزم براتون دارم که به آخر این ویدیو نرسید، اما سعی میکنم به اول ویدیو بعدی برسونم که بهتون نشون بدم. بهتون نمیگم سورپرایز چیه، فقط بدونید که یه چیز باحال تو ذهنمه که قراره نشونتون بدم. اینم از قسمت 11 اومده که رفت کارای میرزا تارزان خان روی این جزیره و طبیعتش رو بعدن میبینید. توی قسمت بعدی میبینیم که نتیجه کارش چی بوده، امیدوارم ببینیم که تو جلسه چطور پیش میره. و ممنون که این ویدیو رو دیدین، امیدوارم لذت برده باشید از زحماتی که کشیدیم و صحبتایی که کردیم و متاکرفت و هاردکورم دوست داشته باشید. انقدر نگید هاردکور دوست، من هاردکورمو دوست دارم، شما هم دوست داشته باشید. دمتون گرم، فعلا خداحافظ.